از آمدن اصلاح در دادگاه عالی تا متمرکز شدن گفتگوهای آمریکا و پاکستان بر افغانستان. سرپرست دادگاه عالی از آغاز اصلاح در دادگاه عالی بر بنیاد حکم رئیس جمهور غنی خبر میدهد و میگوید که تاکنون افراد زیادی آلوده به فساد از دادگاه عالی برکنار شدند. رئیس جمهور پس از مراسم تألیف دستور آمدن اصلاحات را در نهادهای عدلی و قضایی داده بود. در کناری گفتگوهای راهبردی میان واشنگتن و اسلام آباد به منظور بررسی روابط افغانستان پاکستان قرار است هفته آینده در پاکستان آغاز شود و مقام های پاکستانی ادعا دارند که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی رابطشان با افغانستان گسترش یافته است. این در حال است که یک هیئت پاکستانی به منظور گفتگو روی همکاری مشترک در مبارزه با حراس افغانی و ایجاد رابط خوب میان دو کشور همین اکنون در افغانستان به سر می برد. پرسش های اساسی این است که آیا واقعا اصلاحاتی در دادگاه عالی آمده است و آیا رابط میان کابل و اسلام آباد وارد فصل تازه‌ای شده است؟ در کنکاش امشب به این موضوعات می‌پردازیم. سلام و وقت بخیر به برنامه کنکاش. با من امید فاروق خوش آمدید. مهمانان ما طاهر هاشمی استاد دانشگاه و عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان هستند. بسیار خوش آمدید. استاد با شما آغاز میکنیم. واقعا باور دارین که پس از حکم رئیس جمهور اصلاحاتی در دادگاه عالی آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما جناب آقای مصبا و بینندگان تلویزیون تلونیز، عرض بکنم که یکی از خصوصیت های حکومت جدید که تا هنوز هم پابرجا است است که یک قاطعیت جناب رئیس جمهور در مسائل نشان دادند که این امیدواری را برای مردم بیشتر ساخت در راه اصلاحات اداری و قضایی و اینا. ولی هرگاه ادعا بکنیم که ما در ظرف یک دو ماه یا سه ماه دستگاه های اداری و قضایی که از 10 سال به این طرف در فساد و آلودگی اینا به سر می بردن و بی سر و سامانی ها در هر سطح وجود داشت، شدن می تانه که ما از لحاظ منطقی قبول کرده بتانیم که به این زودی ما فساد از دستگاه قضایی دور می سازیم. ولی تفاوت با حکومت قبلی است که لااقل امروز ای امیدواری پیدا شده که در صدد اصلاح دستگاه ها براین. ولی بازم قدم دوم بسیار مهم است که ما در حکومت خود چی نوع یا چی اشخاص را می داشته باشیم که توقع داشته باشیم که اینا اصلاحات آوردن می تانن یا نمی تانن. اگر اشخاص باشه که همونطور که گفتیم یک کابینه کارها باشه و اشخاص مسلکی و اشخاص صاحب دانش و بصیرت در رأس کارها باشه، در اوجه شما می تانه که این قاطعیت رئیس جمهور در عمل پیاده بسازین. ولی هرگاهی که ما تنها ادعا بکنیم که در قضا یا در اداره یا در پلیس یا در نظامی ما فساد ریشه‌کن ساختیم، ما فکر میکنیم که گپ بسیار پیش از وقت است و نباید به این عقیده باشیم. چرا وقتی که در سطوح پایین شما داخل ادارات میشین، داخل قضا میشین، داخل بسا ادارات دیگه میشین، شما میبینین که عملا یک سلسله نابسامانی های جریان داره که شما مایوس میشین. حالا چطور باور دارین که در فرصتی که حداقل رئیس جمهور تعیین کرد و تا این جای کار که حکومت تازه عمرش را سپری میکنه اصلاحات نمیتونه بیاید، شما فکر میکنین که این فرصت کوتاهی است؟ چرا؟ ببینید، فرصت کوتاه بر عزیز که از یک طرف 10 سال ما در این نابسامانی ها زندگی کردیم، یعنی 10 سال بی‌نظمی ها، بی سر و سامانی ها، رشوت، فساد و تمام آنچه بنیاد اداره و حکومت از بین میبرد در افغانستان وجود داشت. حالا به این اساس محتاج یک زمان طولانی است. و مسئله دیگه است که اشخاصی که در حکومت جدید این مسئولیت ها را به دوش میگیرن، اینا اشخاص کاراگاه باشن، با بصیرت باشن، متقی باشن و در عین زمان
دارای یک پلان کاری باشه. ببینین وقت شما هدف تعیین میکنین که از بین بردن فساد و رشوه و بی‌سر و سامانی هاست، وسایل و میتود هایشان باید به دستان باشه و یا لااقل در ذهن شما باشه که او را به کار ببرین تا اینکه به او هدف شما را نهایی بسازه. چند نکته را شما مطرح کردین. اول گفتین که فرصت اندک است. خب حداقل حکم میرم که رئیس جمهور دادن که یک ماه بود. این را بگوین که این حکم بر چه مبنایی بود که گفتن که در ظرف یک ماه اصلاحات در دادگاه عالی بر مبنای مجازات و مکافات بیاید. بعدش هم شما گفتین که آوردن اصلاحات بر اساس یک راهکار میشه که یک حکومت داشته باشه، بعد بر اساس از او پیش بره و اصلاحات بیاید. شما فکر میکنین که راهکاری هم در نظر داره حکومت تازه؟ ببینین اگر بر اساس حکم رئیس جمهور قضاوت بکنیم، و فکر میکنم که رئیس جمهور هم ملتفت به این امر بوده که ما در 10 سال اصلاحات اداری و اینا رو نداشتیم، ولی لحاظه یک مدت بیشتر ایجاب میکنه. اما حکم جناب رئیس جمهور احتمالاً و به احتمال قوی که منظورشان این بوده که این موضوعات روی دست گرفته میشه و با جدیت تعقیب میشه. یعنی اگر در ظرف هدفشون این بوده باشه که در ظرف یک ماه یا مدت یک ماه اصلاحات بیان در دادگاه، این ممکن نیست. ما فکر نمی کنم، و اگر اصلاحاتم در ظرف 2 ماه 3 ماه بیه، آغازش خواهد بود و انجامش بسیار وقت میخواد و در این زمان دیده شود که در رأس کارها مثلا در قضا چی کسایی مه، تا کجا توانایی اصلاحات دارن و در این زمان با کدام راهکار اینا آغاز میکنن. فکر نمیکنین که اگر عزم جدی وجود داشته باشه در یک ماه هم ممکن اصلاحات بیایه؟ خب دادگاه عالی ممکن آنقدر ساختار یعنی کلان نباشه که مدت 1 سال 2 سال را در بر بگیره. مشکل دیست که شما از یک طرف ساختار را باید اصلاح کنید، اشخاص تعویض بکنین، اشخاص بشناسین، و در عین زمان او توانایی، اگر موضوع قضا را بگیرین، او توانایی اصلاحات آوردن اصلاحات در قضا داشته باشین که شما او تغییرات بیارین. ما همیش وقتی که گفتیم که تغییرات میاریم، متاسفانه بسیار به شکل ابتدایی و مبتذلش اقدام کردیم. یعنی که از 1-2 نفر که تبدیل کردیم، گفتیم که ما اصلاحات آوردیم. حالا عزم رئیس جمهور چی بوده؟ خواست برای مردم نشان بده که بنوی جدی است و در عمل نتونسته کار را انجام بده، یا واقعا فکر میکنین حکومت تازه چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت این اراده را داره که اصلاحات بیاره؟ این که مکنونات قلبی جناب رئیس جمهور چی هست، او را غیر از خودشان خداوند دیگه کسی نمیدونه. مگر آنچه ما برداشت میکنم از یک شخصیت دانشمند مثل جناب اشرف غنی، این بسیار بدور است که بگه که در ظرف 2 ماه یا 3 ماه این اصلاحات بنیادی مه، بلکه حالا ما یک تصور میکنیم که به احتمال قوی منظورشان این بوده که ما مصمم هستیم اصلاحات بیاریم. ای که حالا چگونه این اصلاحات میرن از کابینه شروع میشه. سپاس آقای مصبا. برداشت شما چی است که حالا حرف از آمدن اصلاحات در دادگاه عالی زده میشه؟ این حرف را سرپرست دادگاه عالی مطرح کردن، اولی که باور دارین یا نه؟ دوم، حرف رئیس جمهور به خاطر آوردن اصلاحات در یک ماه یا در مدت یک ماه بر چه اساسی بوده؟ حالا آقای هاشمی اشاره میکنن که فسادی که در افغانستان وجود داره، در اداراتش وجود داره، یک ماه کاری نمیتونه جای را بگیره. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما استاد محترم و بیننده های محترم تلویزیون. فساد به مسابه یک جرمی، یک پدیده منفی بسیار پیچیده، یک میراثی است که از مدت 13 سال به این طرف ما دوچاری از او هستیم. ریشه کند کردن یا از بین بردن فساد در مدت یک ماه اصلا ناممکن است. بسیار بهتر و مهم است که بپذیریم خود موجودیت فساد به شکل واقعی و عینی بپذیریم. من فکر میکنم وقتی که کسایی که ادعا میکنن که در ظرف یک ماه یک پدیده که
من حیث یک عرف ناپسند، من حیث یک فرهنگ فعلا در افغانستان وجود داره، در افغانستان وجود داره، او را ما در مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، این اصلا امکان پذیر این پرسش را میتونم... از شما مطرح میکنم که پس حرفی را که رئیس جمهور مطرح کردن بر چه مبنایی بوده؟ میخواسته چرا برسانه بر مردم؟ خب فکر نمیکنین که ممکن این درک را داشته که در اگر جدی عمل شود در یک ماه اصلاحات میآید در دادگاه؟ خب رئیس جمهور در قدم اول وقتی که این موضوع را مطرح ساخت از این که یک پدیده بسیار مهم بود و مشکل بسیار جدی در افغانستان بود مردم را تا یک حد امیدوار ساختند که چون برش اولویت قائل شد ولی ما عملا دیدیم که اونا نتانستن که مبارزه علیه فساد انجام بده بخاطر چطور این حرف را مطرح میکنین که نتانستن؟ خب با بخاطر میخواییم که موضوع را مطرح بسازیم که مبارزه با فساد نیازمند یک میکانیزم شفاف و جوابگو برای مردم عام است. مردم امروز نسبت به موجودیت فساد اعتبار داره و برای مبارزه با ایتور یک پدیده که با سالهای متمادی در افغانستان وجود داره در ظرف یک ماه و دو ماه ای امکان پذیر نیست. حداقل در طول این مدت که بیش از 100 روز میگذره از حکومت وحدت ملی یک نمونه را اشاره کنین که خب نتونسته حرف رئیس جمهور در این راستا به کرسی بنشانه. خب ما میخوایم این را بفهمم که مواردی که علیه فساد مبارزه علیه فساد صورت گرفته چی است؟ آیا تبدیلی چند نفر قضات از یک جای به جای دیگه این را ما مبارزه میگیم یا هم مجازات قرار گفته سرپرست قوه قضاییه که با چند تن از قضات را اینا مجازات کردن در فساد چیزی را که رئیس جمهور خواسته بود ارزیابی خواسته بود ارزیابی بر مبنای مجازات و مکافات ولی اینجا از یک موضوع فقط مجازات بحث شده در حالی که برای ریشه‌کن کردن فساد اصل موجودیت تناسب بین مجازات و مکافات بسیار مهم است. آقای مزبا شما باور دارین حرفای را که سرپرست دادگاه عالی مطرح کردن که افراد برکنار شده و بنو اشاره کردن که حکم رئیس جمهور داره اجرا میشه در حالی که زمانی که صد روز هم از حکومت وحدت ملی سپری شد گزارش های رسید که تنها کاری که در این نهاد شده البته تعیین سرپرست که خودم ایناست که حرف را مطرح کردن بوده یقینا ما باور ندارم به گفته های با وجودی که احترام دارم به سرپرست و سرپرست قوه قضاییه و به منصب قضا و ما خدا نخواسته کدام هدف تخریبی هم نداریم ما میخواهیم که پروسه را تکمیل بکنیم و به یک شکل معقولی برای مبارزه علیه فساد اگر اقدامات صورت بگیره بسیار مهم است یک اقداماتی که به نظر ما مهمترین اقدامی که صورت میگیره است که قانون تطبیق شود چون نقض قانون در خود زمینه ساز برای فساد است و در خود با عنوان فساد تلقی میشه تطبیق تعدیل و اصلاحات در قانون یعنی موجودیت یک چارچوب قانونی برای مبارزه با فساد است در پهلوی ازی ما اداره کنترل و تفتیش در چوکات ستره محکمه داریم این تقویه پیدا بکنه و اینا نظارت و ارزیابی خود را بر اساس معیارهای بسیار پیشرفته انجام بده این بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی پس از اینکه این خبر به نشر رسید بعضی آمدن گفتن که خب اگر چند نفرم برکنار شده که گویا آلوده به فساد بوده این اصلاحات کافی نیست در دادگاه عالی اصلاحات جدی باید بیاید چه اصلاحاتی باید بیاید؟ ببینید اولی که دستگاه اداری و قضایی و یا هر دستگاه دیگه که باشه باید یک شناسایی درست شد تا ای که فهمیده شد که چند فیصد افرادی که در اوج به فساد و رشوت و اینا آغشته هستند چند فیصد است و چند فیصد دیگه اشخاصی است که اونا دارای صلاحیت کافی قضایی هستند در این زمان صداقت و کاراییشان هم به حد کافی است
چرا اگر ما همه افرادی که در قضا سر و کار دارن و یا در اونجا کار میکنن همه را بگویم که در فساد غرق است، این هم ظالمانه خواهد بود. اشخاص بسیار ورزیده و کارها وجود داره، مگر چون دستگاه و نظام فاسد است، اشخاص کاراگاه هم نمیتونه که در یک نظام فاسد کار بکنه. وقتی که شما فساد میگین، فساد در واقع تمام انساج جامعه ما را استیلا کرده، ولی حاضر شما نمیتونین که با یک قسمت از این ارگان ها که اصلاحات میارین در واقع فساد شما ریشکن کردین. کلمه که جناب سرپرست قضا گفتن که ما ریشکن کردیم، ریشکن اول به ریشش باید شما خود برسانیم. باز هم مطرح میکنم سوال را که ریشکن ساختن که حرفش مطرح میشه، شما میگین که باید به ریشه پرداخته شود. از کجا آغاز کنن مشخصا در مورد همین نهاد؟ ببینید، ما بر شما بطور استپ بای استپ میگم که اول گفتیم که خود دستگاره به تمام معنا از لحاظ پالوهای خوبش و پالوهای بدش بشناسیم. بعد از او تشخیص بتیم که در کدام سطح فساد وجود داره و این فساد آیا دامنگیر همه اشخاص است کجا کار میکنن و یا است که دامنگیر یک تعداد مردم. این اصلاحات باید همزمان هم شروع کنیم که کسایی که دستشان به رشوت و فساد آغشته است اینا را در این زمان باید برطرف بسازیم. مسئله دوم است که در خود دستگاه قضا این فرهنگ از بین ببریم که فرهنگ فسادی که در 10 سال در اوج ریشه دوانیده. شما میبینید که رشوت و فساد اداری به انواع مختلف عملی میشه. لذا شخصیت هایی که از عضو کابینه که مثلا یا شخص رئیس قوه قضاییه که تعیین میشه دیده میشه چه کسی است، این توانایی ها را داره و یه است که بر اساس ارتباطات قومی چنان کاری دیده میشه. در یک بخش حرفایتان اشاره کردین که ریشکن ساختن فساد برمیگرده به افرادی که گماشته میشن در این نهاد، که چه افرادی هستن؟ بله. چه افرادی باید گماشته شوند در این نهاد؟ ببینین، ای کاش چیزی را که ما همش در صحبت ها گفتیم که دو شخصیتی که در رأس حکومت افغانستان و حکومت وحدت ملی قرار گرفتن، اینا اولتر بر اساس یک سلسله معیارهای آفاقی مواصفات وزرا را تعیین میکردن که چی کسا وزیر که میگن یعنی چی کس، و بسیار ساده است به نظر مردم عوام و ناسم که یک آدم با دانش، با صلاحیت، با تقوا، با معیارهایی که یک وزیر تشخیص میده که کارایی دارد. متاسفانه ما هر قدری که به این مسائل رجوع میکنیم یک تعداد کسایی هست که باز به طرف مسئله قومیت و تقسیم قدرت و تقسیم وزارتخانا خود تمایلشان دیده میشه. حالا وقتی که گفته میشه که مثلا 3 وزیر برای ما یا 5 وزیر برای ما داده شده، ما تعجب میکنم که ما لااقل دانش ابتدایی حقوق در افغانستان در این رژیم وحدت ملی باید به کار ببرید. در حرفایتان به این نکته هم اشاره کردین که چه افرادی گماشته میشن برمیگرده به این، و نکته دوم راهبرد یا راهکاری در پیش گرفته شده که شما اشاره کردین قبلا در حرفایتان. حالا با توجه به حرفایی که رو میشه کماکان بس کابینه را شما مطرح کردین، کالمی یک طرف میگه که در آغاز برام 5 وزارت گفته شده بود، حال چون حکومت وحدت ملی شکل گرفته به نصف رسیده، خب بس تقسیمات مطرح است. اگر به این گونه پیش بره، هدفی که برای زود دادن فساد ترسیم شده عملی میشه؟ ببینید، خشتی که از اول کج مانده شده باشد تا سوریا کج میره. متاسف هستم از اینکه گپ میزنم، ولی حکومت وحدت ملی و مفهوم وحدت ملی همخوانی نداره به اینکه تقسیم وزارتخانه صورت بگیره بر اساس و مبنای قومی و قبیلوی صورت بگیره. از یک طرف ما ادعا میکنیم که حکومت وحدت ملی نمایانگر آرای میلیون ها افراد انسانی است که در افغانستان زندگی میکنه، از طرف دیگه بازی ایره میبریم به طرف متنفذین قومی، بر از اونا فیصدی میتیم. حالا یک نکته، با این راهکار نمیشه فساد را از بین برد. ببینین، اگر گفتم شما فساد میخواین که ریشه کن بسازین، باید متدی که به کار میبرین از اول درست باشه. منظور من است اگر قاضی القضاتی که مسلکی باشه، کارایی داشته باشه، صداقت داشته باشه و
آنچه در این گذشته ها صفات را که داشتن نداشته باشه، صفات بدی که داشتن. او آدم دارای، اگر آدم مسلکی باشه، متد کاری خودم میفهمه و راهکار خودم میفهمه، بر اساس از او یک پلان کاری میسازه. بدبختی ما در 10 سال ای بوده که هیچ گونه پلان کاری وجود نداشته. یک بخش مهم آوردن اصلاحات برمیگرده به افرادی که گماشته میشن در رأس نهادها. حالا اشاره کردم که حرفای مطرح است در مورد تقسیم کرسی ها، با این حرکت ها میشه فساد را از افغانستان از میان برداشت؟ یقیناً که نه. اگر ما این محاسبه را از سطح وزرا در موردش بحث بکنیم، قانون اساسی برای وزرا شرایط خاصی را وضع کرده. ماده 72 قانون اساسی است که شرط بسیار مهم در اینجا داشتن تخصص، تحصیلات عالی و شهرت نیک است، تجربه کافی و شهرت نیک است. اما روالی که فعلا ادامه داره یا چانزنی که فعلا ادامه داره، اگر ای به این منتج شوه که خدا نخواسته قانون اساسی یک بار دیگر نقض شوه و کسایی که مثلا در قانون اساسی برش در نظر گرفته شده اینا گماشته شوند، مسلمان که اونا نمیتونند در مبارزه با پدیده بسیار شومی که فساد است اونا فائق بیاین، یقینا که اونا ناکام خواهد شدند. بناهن این مشکلات باید از رأس حل شود، از بالا حل شود که فعلا در همین مرحله ما قرار داریم. بیشتر 100 روز ما در انتظار ماندیم و ما امیدوار هستیم که بعد از این مدت زمان برای ما کابینه ناشایسته و ناکارارای را معرفی نکنه که خدا نخواسته این مشکل. ولی بحث ما اینجا به ارتباط قضا هست. قضا؟ همینجا میخواستم که بحث متمرکز شد و نهاد مشخصی رو مشخصاً روش حرف میزنیم، دادگاه عالی. زمانی که رئیس جمهور آمد حرفای مطرح کرد که در یک ماه اصلاحات بیاید و مبنایش مجازات مکافات باشه، ما واکنش های رم شنیدیم از طرف مقام هایی که کار میکنن در این نهاد، گفتن که این نهاد مستقل است. در این مورد بگوید. نهاد یقینا که مستقل است. ماده 116 قانون اساسی استقلالیت از زیر تعریف میکنه، یک قوه مستقل است و قوه بسیار مهم است. بخاطر که آیا رئیس جمهور در مورد حرفایی که مطرح کرد حق نداشته؟ خب رئیس جمهور مطابق به ماده 60 قانون اساسی در رأس هر سه قوه است. بعضی از صلاحیت هایی است که در ماده 64 قانون اساسی مثل عزل قضات، دادن انسلاک برای قضات و بعضی ترفیع و عفو مجازات یا مسائلی است که به ارتباط داره. اما به نظر ما از لحاظ مدیریت هم تقسیم وظایف یک اصلی است که در مدیریت باید در نظر گرفته شود. برای رئیس جمهور لازم نیست که قوه قضاییه را به این شکل که این زمان برش میداد به این حد، چون اینجا موضوع استقلالیت است قاضی القضات. اما یک نکته هم در نظر داشته باشین، اگر کجروی های را ما شاهدش باشیم، پس چه کسی اصلاح بسازه در این نهاد مشخصا؟ خب این قوه قضاییه در تشکیل خود زیر اداره کنترل و تفتیش یک اداره مشخصه داره. اونا مقررات و لوایح خاص خود داره، در مطابقت با قانون ایجاد شده و اونا وظیفهشان فقط مبارزه علیه از این مسائل است. ما میتونیم این فساد به چند کاتگوری تقسیم کنیم. یک فسادی است که بسیار از سطح بالا به وجود میاد، که مثلا خدا نخواسته وقتی که اگر در گماشتن اشخاص بسیار بلندی مثلا اعضای استر محکمه در اونجا مطرح است. یکی فساد است که در سطح پایین است، که او فساد جلوگیری از او را ما میتونیم که با نظارت بسیار قوی، با کنترل و تفتیشی بسیار قوی، ولی به شکل سیستماتیک. همین هم واضح بسازین که تا چه اندازه رئیس جمهور حق مداخله در دادگاه عالی را دارد؟ خب رئیس جمهور چیزی که ماده 60 قانون اساسی تعریف کرده، گفته که در رأس هر سی، یعنی در رأس دولت قرار داره و دولت متشکل از هر سی قوه است. اینا میتونن که صلاحیت هایی که در قانون برش تسجیل یافته او صلاحیت ها را اعمال بکنه، ولی اساس استقلالیتی که برای قضا در نظر گرفته شده بیشتر مربوط میشه به اصدار حکم و تأمین عدالت. یعنی رئیس جمهور نمیتونه بر دادگاه عالی ضرب الاجل تعیین کنه و افراد را برکنار کنه؟ ضرب الاجل در مسائل عدلی، در مسائلی که عدالت مطرح هست، به هیچ عنوان نمیتونه تعیین بکنه. ولی ضرب الاجل در مسائل اداری یک ضرب الاجل اداری است
ای را ما میتونیم به عنوان یک فشار، فشار اداری در نظر بگیریم، چون رئیس جمهور در رأس هر سوی قوا قرار دارد. سپاس. آقای هاشمی، کوتاه اشاره کنین که واقعا قانون یا بر بنیاد قانون رئیس جمهور نمیتونه که ضرب الاجل بره دادگاه عالی تعیین کنه و در بعضی موارد یا موارد زیادی دست رئیس جمهور بسته است. عرض کنم که اگر بر مبنای تفکیک قوا که صلاحیت های قوای سیگانه به صورت مستقل و به صورت متوازن اما همکارانه تقسیم شده، در این صورت قوه قضاییه اگر مداخله صورت میگیره که مداخله در امور اداری و قضایی و اینایشان باشه، یقینا رئیس جمهور در اوجه دستش ممکن است که بساط دراز نباشه. اما به خاطر از اینکه رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قرار داره، ناظر بر اعمالشان هست و لحاظه نمیتونه، با وجود که خب ای در هر کشوری که شما ببینین آرزومندی است که قضا مستقل باشه، اما استقلالیتش تا امروز به صورت مطلق نبوده. ولی بر اساس تفکیک قوا گفته میشه که قوا از هم تفکیک شده و جداگانه است. در افغانستان رئیس جمهور اگر میبینه که سه قوه با به صورت مستقل و یا به صورت آزاد کار نمیکنن و در عین زمان تداخل کاری پیدا میشه، یقینا رئیس جمهور مداخله میکنه. من تا یک چیزی را که من میخواستم پیشتر شروع کردیم که وقتی که فساد میگیم، فساد در انساج مختلف جامعه و اداره و اینا به وجود آمده. به این اساس یک فرهنگ بسیار نامیمون به وجود آمده که امروز فساد در واقع به صورت غیر مستقیم قبول کرده ذهنیت عامه. به این اساس اگر شما شخصیت کارآگاهی را در رأس زینه بیارین که با متد کاری درست ای اصلاحات بیاره، با یک پلان کاری و تا آخری نقطه در خود قضا در ذهنیت قضات تغییرات را نبیاره، ممکن نیست. اما در پالیش ایران فراموش نکنید که خود جامعه امروز فساد پذیر شده. شما برای یک مدت این مشکل هم دامنگیر شما خواهد بود در سایه قضا که جامعه را چطور آماده بسازید. بس زدودن فساد از لحاظ یعنی فرهنگ فرهنگی بیشتر مطرح، یعنی امروز اینقدر متاسفانه این موضوع مبتذل شده که پیش از اینکه قاضی سب چیز بخواهد، مراجعین برش پیشنهاد میکنه به خاطر از اینکه کارش زودتر انجام شد. آقای مصباح، در یک دقیقه اشاره کنین که زمانی که بحث فساد مطرح میشه گفته میشه که از نهادهای عدلی و قضایی این کار شروع شود، چرا؟ اینطور است، مردم تقاضا از تقاضای عدالت از ارگانهای عدلی و قضایی داره. به این معنی وقتی که کسای دیگه مرتکب فساد یا مرتکب کدام جرم دیگه میشه، یگانه مرجع امیدش اینمی قضا هست. خب وقتی که باز بحث فساد در قضا مطرح میشه، اینجا مردم ناامید میشن. بناهن عدالت خواست مردم است و همی عدالت است که جامعه را به مسیر درست و نادرستش سوق میده. در صورتی که ما یک قضای پاک داشته باشیم و عاری از فساد داشته باشیم، مسلمن که با تمامی عرصه های دیگر تاثیرگذار است، با امنیت ارتباط داره، با اقتصاد ارتباط داره و با از همه مهمتر حاکمیت قانون که مورد بسیار مهم است ارتباط داره. به میخاطر مردم تبا خیلی سپاس از حضورتان. یک موضوع دیگر من میخواستم اشاره بکنم که در پالوی از چیزا، وقتی که شخصی که می به قضا، باید از او جاهای شروع کنه که در واقعیت امروز مردم بسیار از او ناراض هستن. یعنی مردم نارضایتیش به این حد رسیده که قضایای در ما، البته شخصا هم میفهمم که قضایای در دستگاه قضایی موجود داره که به صورت دورانی پیش میره و هیچ نهایت نداره. خیلی ممنون. از این لحاظ این مسائل است که باید در نظر گرفت. سپاس از حضورتان در این بحث. تا لحظات بعد دوباره برمیگردم. بازم خوش آمدید. در این بخش برنامه فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. بسیار خوش آمدید. آقای رحمانی، با شما آغاز میکنیم. هفته آینده در دو روز آمریکا و پاکستان گفتگوهای راهبردی خود را آغاز میکنند که متمرکز به افغانستان
و هند است. چطور این بار با این اجندا دنبال میشه؟ به نام خدا، با سلام به شما آقای دشتی و همه بینندگان خوب طلوع نیوز. من احساس میکنم آمریکایی ها دریافتن که هند به عنوان یک قدرت نوظهور در جهان و یکی از قدرت های مهم آینده دنیا و البته یک رقیب بالقوه و حتی بالفعل چین، اژدهای زرد که همه جهان را در حال بلعیدن است و قرار است در طی سالهای آینده به عنوان سوپر پاور اقتصادی و نظامی جهان مطرح شود، برش قابل یعنی به عنوان یک ضرورت استراتژیک تعامل و همکاری با هند برش به عنوان یک ضرورت فعلا مطرح شده، هرچند که در گذشته شاید این یک ضرورت نبود. و از سوی دیگر نگرانی هست که پاکستانی که یک متحد استراتژیکش در حال و در گذشته بوده و همکاری های خوبی را در جهت تامین منافع غرب کرده و البته در جهت تامین منافع خودش، ایران به عنوان از دست بده و ای در اختیار اژدهای زرد قرار بگیره و در کام اژدهای زرد سقوط بکنه. با توجه به این مسئله گرانگاه قضیه که میتونه پاکستان را به سوی چین پرت بکنه و یا در کنار آمریکا همچنان حفظ بکنه و از سوی دیگر هند را در افغانستان در آینده جهان و مخصوصا در حالا به عنوان یک شریک برای آمریکایی ها به حساب بیاره یا اینکه هند چشم پوشی بکنه از شراکت، اینمی هست که بتونه یک تعادل میان هند به عنوان یک قدرت در حال ظهور یا حتی یک قدرت موجود منطقه‌ای و میان متحد استراتژیکش یعنی پاکستان که قدرت اتمی هست که سرمنشه بسیار از حرکت‌های بنیادگرایانه و منبع عمده صدور تروریسم به جهان و از جمله به افغانستان هست، یک تعادل در ارتباط با این دو کشور حفظ بکنه. گرانیگاهی که میتونه این تعادل رو به هم بزنه. اشاره کنین که اگر آمریکا در پی حفظ تعادل میان دو کشور رقیب است به خاطر خطر از چین، یعنی فکر نمی‌کنین که آمریکا در گذشته هم رابطه خوبی هم با این داشت هم با پاکستان؟ در گذشته آمریکایی‌ها به پاکستان به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه میکردن، مخصوصا در جنگ سرد، و هندوستان به عنوان یک متحد استراتژیک که بلوک شرق بود. اما از روزی که در بلوک شرق سقوط میکنه و قدرت های نوی در جهان در حال سر برمیاره، قدرت هایی که در جهان اسلام هست مثل ترکیه، مثل ایران، و پاکستان تبدیل میشه به قدرت اتمی و هند میه به عنوان یک قدرت واقعی منطقه‌ای و جهانی مطرح میشه و یک اقتصاد در حال پیشرفت و جمعیت بسیار بسیار بزرگ، خب هندوستان برای امریکایی ها اهمیت پیدا میکنه. بیشتر امریکایی ها از طرف کدام کشور نگران هستند؟ هند یا پاکستان که رابطش بیشتر با چین نزدیک شد؟ من این نکته رو باید بگویم که چرا امریکایی ها آمده گفتگوهای راهبردی خود را در این مقطع میان پاکستان و هندوستان شروع کرده و میان این سه کشور گفتگوهای جدی صورت میگیره. به خاطر که اگر این رابطه های با هر دو کشور توزیین شوه و تعدیل شوه، هم از افغانستان شروع میشه و اگر این رابطه ها به هم بخوره هم از افغانستان به هم میخوره. بنابراین من فکر میکنم آمریکایی‌ها در سیاست خارجی خود به این نتیجه رسیدن که باید با یک ادبیات و طرح تازه وارد شوند تا چین که قدرت پاکستان که یک قدرت هسته‌ای هست و یک نظام سیاسی معطوف به نظامگری ای در کام اژدهای زرد سقوط نکنه و هندوستان هم به عنوان یک قدرت نظام سیاسی اقتصادی موجود منطقه و آینده جهان، ای هم رابطهش به هر حال از حالا با آمریکایی که میره که با قدرت اول جهان خداحافظی بکنه به هم نخوره. اصل راز قضیه چین هست. حالا بیان این را مطرح کنین که زمانی که گفتگوها در پاکستان آغاز میشه میان دو کشور، بعدش متمرکز میشه با بر روی افغانستان و هند، چه کار پاکستان کرده میتونه؟ پاکستانی ها بسیار نگران حضور جدی هند در افغانستان هستند. ما بخشی از مشکلاتی که امروز در افغانستان تحمل میکنیم و مشکلاتی که از ناحیه پاکستان هست به خاطر ای که اونها میترسن که نظام موجود سیاسی افغانستان بتونه در یک رابطه عمیق با هندوستان منافع بسیار جدی پاکستان را در افغانستان و در آینده منطقه تهدید بکنه. بنابراین با توجه به این نگاه هست که پاکستانی ها کوشش میکنن که در تعامل و همکاری با آمریکایی ها
منافع ملی خود خوره در افغانستان به یک حد موازنه با هند برسانه که اگر نظام سیاسی موجود با حمایت های قدرت های منطقه‌ای و جهانی، یعنی مخصوصا قدرت هند و قدرت های منطقه‌ای دیگر، میخواد وسعت و گسترش پیدا بکنه، این به ضرر امنیت ملی و منافع ملی پاکستان نباشه. آقای دشتی، واقعا باور دارین که حالا آمریکا زمانی که گفتگوهای خود را با پاکستان در حد راهبردی آغاز میکنه بعد متمرکز میشه این گفتگوها با افغانستان و هند، حالا بحث کشور خود ما افغانستان، واقعا باور دارین که آمریکا تغییرات میخواد بیاره در سیاست خارجی خود نسبت به این کشورها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هم سلام عرض میکنم. من تا حد زیادی موافق هستم با بحثی که آقای رحمانی اشاره کردن، ولی از یک دیدگاه دیگه هم میشه که به این مسئله نظر انداخت. من باور دارم که قرار بر این شده تا وضعیت در منطقه ما متحول شد و این منطقه بره به طرف ثبات و حالت را که در 40 سال گذشته منطقه ما داشته، مخصوصا در 2 دهه گذشته که به یک لانه تروریسم تبدیل شده بخشای از افغانستان پاکستان، این حالت باید تغییر بکنه و این تغییر کردنی نیست مگر اینکه در سیاست‌های پاکستان در قبال منطقه تغییر وارد شد. اما پاکستان یک بیم بسیار کلان داره که او از هندوستان ناشی میشه، از عملکرد هندوستان ناشی میشه. شما اگر توجه کرده باشین در چند ماه گذشته که پاکستان عملیات‌های را آغاز کرده علیه گروه‌های تروریستی در درون خاک خودش، تحریکاتی از طرف هندوستان صورت میگیره در کشمیر. بارها نیروهای دو طرف در کشمیر درگیر شدند، در حالی که در 4-5 سال گذشته وضعیت در کشمیر آرام بود. پس تنها در صورت پاکستان توان و ظرفیت و اراده تغییر در سیاست خود را در قبال منطقه و در قبال تروریسم خواهد داشت که مشکلش با هندوستان در یک حدی یا در یک میزانی حل شده تلقی شود. یک نکته را شما اشاره کردین، گفتین که قرار بر این شده که افغانستان وضعیتش بره به طرف ثبات. این اراده را کدام کشور داره؟ این اراده یک کشور نمیتونه باشه و یک اراده یک کشور هم نمیتونه چون این تغییر را وارد بکنه. در بازی های کلان دنیا، در معادلات سیاسی که در بین قدرت های بزرگ در جریان است، من فکر می کنم که امی تصور و امی درک ایجاد شده. آیا باور دارین که این قرار میان آمریکا و پاکستان شده؟ نه، من باور ندارم که مثلا اصل قرار میان پاکستان و آمریکا باشه، چون خب پاکستان نمیتوان در او ردیف تعریف کرد. اینجا قدرت های دیگه حضور دارن، مثل چین که پیشتر برش اشاره شد، مثل روسیه، مثل کشورهای اروپایی، مثل برخی از کشورهای منطقه‌ای، حالا ایران، هندوستان، اینا. ما اگر خواسته باشیم در 3 قدم مختلف وضعیت را تقسیم بکنیم، یکی معادلات درونی افغانستان است، یکی معادلات کشورهای همسایه نزدیک و کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان و در برابر یکی دیگهشان است، و یکی هم خواسته و اهداف استراتژیک و دراز مدت قدرت های کلان. باور من این است که در هر 3 حلقه به نحوی، حالا تعریف شده یا ناشده و اعلام شده یا ناشده، اینمی درک و اینمی برداشت به وجود آمده که وضعیت در افغانستان دوامش به این گونه به سود هیچ کدام از این علاقات نیست. حالا بیشتر شما حرفتان در مورد همون حلقه سوم است، قدرت های بزرگ ممکن این تصمیم را گرفته باشند. من منظورم ممکن آمریکا حالا دست به دامان پاکستان شده باشه. شما هم گفتین که تا زمانی که پاکستان تغییر اراده نته، ما همچنان با مشکل برمیخوریم. حالا همین وضعیت پاکستان را به بررسی میگیریم که این بار اگر تغییری در بالا آمده باشه بعد رجوع شده بر پاکستان، پاکستان چی میکنه؟ من باور دارم که پاکستان حاضر به تغییر موضعی در رابطه با افغانستان است، ولی بنا نداره که این تغییر موضع رایگان تمثیل بکنه یا تعمیل بکنه.
و نیاز داره بسیار واضح که در تعامل خود با هندوستان از این معادله یا از این معامله سود بگیره و امتیاز بگیره. تا زمانی که در با پاکستان در روابطش با هندوستان امتیاز به وجود نبیاید و پاکستان مطمئن نشه از سرحدات شمالی خود، ما فکر نمی کنم که این تغییر بتانه یک تغییر عملی باشه. چرا شما همیشه بیم دارین از پشت سر خانه‌تان و نمیتونین که با همسایه پهلویتان دارامی زندگی کنین، همیشه فکر میکنین که همسایه را باید بزید از همسایه دیگه استفاده کنین. تمامی جنبه ها پرداختین، حرف به اینجا رسید که بس امتیاز مطرح است. اگر به پاکستان امتیاز داده شود موقفش تغییر میکنه. در گذشته از راه مختلف گفته میشه امتیازهای بیشتری را پاکستان از آمریکا گرفته. این بار آمریکا که اگر رجوع کرده به پاکستان در بدل چه تغییر موضع میده؟ وضعیت منطقی ما بگونی شده، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی، که همه کشورهای موجود در این منطقه چه خرد چه بزرگ منافعشان در ثباتی از این منطقه نیافته شد. حالا اگر هندوستان بخواهد که میخواهد تبدیل شود به قدرت بزرگ اقتصادی و به قدرت بزرگ منطقه‌ای و بالاخره شاید به قدرت بزرگ جهانی، ممکن نیست مگر اینکه روابط اقتصادی خود را گسترش بده از طریق افغانستان با آسیای غربی و با آسیای میانه. به همین شکل چین این نیاز را داره، پاکستان هم این نیاز را داره، هندوستان هم این نیاز را داره. ولی وقتی در بخش کلانترش میبینیم، یعنی قدرت های بزرگ را که میبینیم، روابط بین چین و امریکا به گونه‌ای است که تصور یا احتمالی که بین از این دو کشور کشیدگی بسیار جدی در حد نظامی رخ بده هیچ موجود نیست. چرا؟ این دو تا با یکدیگه بسیار شدید پیوند کردن. حالا وقت پیوند کردن و منافعشان مشترک شده، او منافع میاد در میدان بازی افغانستان هم اشتراک خود به تمثیل بسپاسند. حالا که حرف به اینجا کشیده شد، کماکان واضح شده، واضح ساخت آقای دشتی بحث را که پاکستان ممکن در اثر فشار یا بیشتر مطرح کنیم امتیاز تغییر موضع میده. خب اشاره کردیم که امتیازهایی را هم گرفته و گفته میشه که عادت کرده پاکستان با این مسئله. حالا در بدل چی؟ من باور میست که پاکستانی ها منافع استراتژیک که برای خود در افغانستان تصور کردن و همچنین پاکستانی ها می خواهند که این منافع حداقل بخش عظیمش به صورت نقد پرداخت شود. یعنی یک نظام سیاسی که در افغانستان به وجود می آید، این نظام سیاسی حداقل در سیاست خارجی خود به گونه عمل بکنه که امنیت ملی پاکستان را و وجهه و پرستیژ سنتی پاکستان را در منطقه مخدوش نسازه. و اونا نگرانی هستند که هندی ها در افغانستان نفوذ بکنن و این نفوذ به حد و به سطح برسه که امنیت ملی پاکستان از ناحیه افغانستان مورد تهدید قرار بگیره. یک نکته. نکته دومی است که پاکستان باید در افغانستان بتانه امو میدان مانور و فضای سنتی مانور خود را همچنان داشته باشه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی. ببینید بازارهای آسیای میانه، البته متفاوتر از گذشته که از راه دیگر، بله بله بله، بازارهای آسیای میانه منابع خامی که در افغانستان وجود داره، معادن افغانستان و بازار افغانستان وسوسه برانگیزه برای پاکستانی که به هر حال از بسیار جهات به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روابطش با آسیای میانه محتاج به حفظ یک وضعیت متفاوته. ببینید اینها میتونه به هر حال بخشی از امتیازات باشه، ولی بحث فعلا بحث دادن امتیاز نیست، بلکه بحثی است که پاکستانی ها در درون پاکستان هم دچار مشکلاتی هستند. ولی بیشتر گفته میشه که پاکستان حرکتاش بر مبنای منافعش است. شما اشاره کردین که زمانی که گفتگو آغاز میشه این خواستا را پاکستان میگذاره روی میز بر آمریکا. بیاین طرف افغانستان هم که برمیگرده بر افغانستان و اینجا بس افغانستان هم مطرح است. بس منافع امنیتی ملی که خب اون جایگاه باشه و افغانستان بارها گفته که این حرکت ها را انجام نمیده در برابر کشورهای همسایش. در ابعاد دیگه در این داد و ستدها افغانستان ضرر نمیکنه؟ من فکر میکنم اگر افغانستان واقعا بتونه
یعنی دولت وحدت ملی که امروز سرمایه 7 یا 8 میلیون رای را داره، از چالش هایی که در او وجود داره و تعبیر بهتر مشکلاتی که درش با وجود داره موفقانه و سربلند برایه و واقعا این قدرت تبدیل بکنه به یک اقتدار ملی و مشروع و بتانه یک هم سیاسی و یک بسیج سیاسی مردم افغانستان را پشت سر خود داشته باشه، من فکر میکنم که میتونه از یک موضع اقتدار و با یک زرنگی که البته در دستگاه سیاست خارجی ما هست، در شورای امنیت ما هست و نهایتا در رئیس جمهور و رئیس اجرایی هست، میتونه که بالاخره جلو بسیار از خسارات بگیره، هیچی که منافع ملی خود ما را در این تضاد منافع باور دارین بکنه. که آمریکا امتیازهایی را نمیتکه با موجودیت این چیزایی که ممکن هست یا شکل بگیره افغانستان ضرر کنه؟ من فکر میکنم که آمریکایی ها متوجه هستن که اگر منافع بسیار زیاد را متوجه برای پاکستان در نظر بگیرن و امتیازات بسیار زیاد را میان به پاکستان بدن، خارج میشن از اون نقطه تعادلی که نهایتاً باید میان افغانستان و هند و افغانستان و پاکستان باید با وجود بیاید. خیلی سپاس. برمیگردیم. آقای دشتی، حالا بحث افغانستان که خیلی مهم هم است، سفیر پاکستان در آمریکا گفتند که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی رابطه افغانستان و پاکستان گسترش یافته. باور داریم؟ بله. نه تنهایی که این رابطه در حال گسترش یافتن است، در حدی که نیاز از گسترش نیافته، ولی در حال گسترش یافتن است. بلکه ما باور دارم با تحلیلی که از وضعیت افغانستان، پاکستان، منطقه و جهان بالاخره میتونه وجود داشته باشه، که افغانستان و پاکستان در کوتاه مدت که شاید نی در میان مدت تبدیل میشن به متحدین استراتژیک. حالا همین جا یک نکته دیگر هم اشاره کنیم که اگر رابطه گسترش پیدا کرده یک طرفه، یعنی تنها از سوی افغانستان یا دو طرفه؟ نه، ببینین شما وقت پلیس پاکستان میره به شهر کویته و تمام تصاویر و تبلیغات را که مربوط طالبان، طالبان افغانستان، ملا عمر، شورای کویته میشه جمع میکنه، دیوارها را رنگ میکنه، کست فروشی ها را کست هایش جمع میکنه، سیدی هایش جمع میکنه، پوستر هایش جمع میکنه، این یک چیز را میگه. اما این درست است که این را قبول داریم که هنوز تغییر استراتژی در پاکستان با اون نقطه نرسیده که ما را قناعت بده همین جا یا ما نیاز داریم. چیزی را که شما شروع کردین بیشتر برمیگرده به داخل پاکستان. من به خاطر این پرسش را مطرح کردم که یعنی اندک زیر سوال است بحث گسترش رابطه که حداقل از ایجاد حکومت وحدت ملی تا این جای کار، از حمله که به مدرسه نظامی به پشاور پاکستان شد، پاکستان به نوعی ایره رب داد بر افغانستان. اقدام اخیر پاکستان گفته که میاد پناهجوی افغانستان که آخر 2015 است تمدید نمیشه و فشارهایی را وارد کرده. من فکر میکنم که حالا شاید یک کمی غیر عملی به نظر برسد تا چه وقت باید امی پناهندگان افغانستان در پاکستان باشند و با عنوان اگر بعض اینا علیه ما استفاده شد. من میگم اگر در 2015 بیرون کشیده نیست، در 2014 باید بیرون. ما اینجا بحث برخورد پاکستان نمطرحه. هر بعد دستشان گرفته شد. ببینین در تعاملات بین دو همیشه یک وسایل فشار وجود داره، یک چیزایی را شما دارین، یک چیزایی را اونا دارن. حالا شاید که امنیت ملی افغانستان یا منافع ملی افغانستان حکم نمیکنه که یک چیزایی را آدم اینجا بیان کنه. افغانستان هم یک سلسله وسایل فشار را داره که پاکستان بالاخره به این نتیجه رسیده که اگر چنین دوام کنه این مشکل بر پاکستان بسیار کلان میشه. آن به این خاطر است که پاکستان آمده و میخواد که رابطه گسترش بده. پاکستان آمده و از بیم از شوق نی، از سر نیاز، از سر ضرورت آمده و روی میز مذاکره میشینه و تضمین میکنه که ما حداقل شورای کویته را حاضر به صلح با افغانستان میسازیم. یک مشکلی که وجود داره، دو تا نقطه را به عنوان مشکل مطرح میکنم باز آقای رمانی ادامه بدن. اولی که این می رقم یک بحث 3-4 ساعته است که شما خواسته باشین تمام زوایای این بحث را باز بکنین و یک تصویر واضح را بکنین، در غیر از او نمیشه. دوم، یک مشکل دیگه که وجود دارد در برخورد سیاسیون ما است.
در پاکستان بسیار واضح همه آمدن گرد یک مثل شش تن سیاسی، غیر سیاسی، نظامی، جامعه مدنی، ملا، مولوی، کلشان آمدن شش تن استراتژی خود را در رابطه با برخورد با طالبان و تروریسم تغییر دادن، تثبیت کردن که بعد از این استراتژی ما بر مبنای از این استراتژی ما عمل میکنیم. ولی در افغانستان رئیس جمهور میاد میگه که ما مشکل دنیا را حل کردیم، نه مشکل ما انتقام، نه گفتگو هستیم، مشکل ما حل است. هیچ ما نمیدانیم که مشکل دنیا چرا کم حل شده، این مشکل منطقه چرا کم حل میشه. یعنی اینجا اجماع صورت نمیگیره، اینجا یک حمایت مردمی به وجود نمیآید، اینجا یک کار دست جمعی به وجود نمیآید، یک نفر میآید یک چیز را میگه. این بسیار مشکل کلان است و مردم به همین دلیل در سردرگمی هستند و نمیدانن که آخرش چی میشه، بیم دارن، هنوز نگران هستند. خیلی سپاس. خیلی کوتاه آقای رحمانی اشاره کنین که شما هم باور دارین که رابطه در حال گسترش است میان کابل و اسلام. ادبیات در کابل تغییر کرده. آقای اتمر بسیار از واقعیات اعتراف کرد و همچنین رفتن آقای اشرف غنی به دفتر رائد شریف و در بالاترین سطح توافقنامه هایی که امضا شد، این نشان میده که افغانستان یک چک سفید به پاکستان نشان داده و او طرف هم پاکستانی ها هم به رغم اون دو موردی که شما اشاره کردین، فشار بر مهاجرین و مباحث دیگه، پاکستانی ها هم علائم زیاد و چراغ های سبز را نشان دادن که میخواین و خوان تغییر هستن. من میخواهم بگم یک قصه دیگه است. مردم این سوال را مطرح میکنن که اگر بحث گسترش رابطه طرف است، پاکستان حداقل در این موارد هم همکاری میکرد با افغانستان. دو نکته را اشاره کرد. سیاست در افغانستان تغییر کرده، حکومت در افغانستان تغییر کرده، ادبیات هم تغییر کرده و او طرف در سطح منطقه و سطح جهان هم وضعیت فرق کرده. اگر آمریکایی ها بر پاکستانی ها فشار نیارن و یک ائتلاف میان چین، هند، روسیه و ایران به وجود بیاید با توجه به اوضاع جهان، من فکر میکنم آمریکا با یک پاکستان تنها در منطقه به اضافه ناتوی که از هزاران کیلومتر باید به اینجا بیاید، قدرت رقابت با کشورها را نداره. من فکر میکنم از او زاویه هست که آمریکایی ها میخواین یک تعادل را میان هند و پاکستان در افغانستان حفظ بکنه با توجه به تغییر فضا و ادبیات در کابل. خیلی سپاس. عرف آخر اگر دارین نقطه داشتی. فقط با عنوان یک شهروند این کشور میخوایم خدمت هموطنان ما عرض بکنم که نگرانی های کوتاه مدت ما درست به جایش، ولی دوران سیاه تاریخ افغانستان به پایان رسیده، افغانستان وارد یک مرحله جدید میشه و به یک سطحی از رشد در 10 تا 20 سال آینده میرسه که ما امروز تصورش کرده نمیتونیم. خیلی سپاس از حضورتان در این بحث و همچنان از شما بیننده عزیز که این بحث را دنبال کرده. تا فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.